دکتر صاحب نجم السما شفاجو را با خود داریم که متخصص نسایی و ولادی است و همچنان موضوع برنامه ما هم هست رژیم غذایی مادران باردار دکتر صاحب خوش آمدید به برنامه سلام و رحمت الله خوش باشین. سلامت باشین جناب دکتر صاحب در رابطه به رژیم غذایی در مجموع برای هر کدام ما شما خب واقعا به صحت مفید هست ولی در قسمت مادران باردار میشه کم معلومات بتیم غذا به مسابه تیل است که یک ماشین ضرورت می داشته باشه و به با هر لحظه به رژیم غذایی متناسب ضرورت هر یک ما است و مخصوصا خانم های حامله که در وجودشان یک موجود دیگه پرورش می و به رژیم غذایی بیشتر و بهتر ضرورت داره و خانم حامله و جنینش یا طفل که در بطن خود داره جنین اه. که در دا خود داره دو موجود هستن که با هم میخورن و مینوشن و نفس میکشن اه. و هر خوراکی را که مادر میخوره و یا مینوشه جنین از او استفاده میکنه و حتی به بوی از او عادت میکنه اه. همیشه احساسات را که مادر حامله می داشته باشه او احساسات ذره به ذره دانه به دانه جنینش کپی میکنه و از او یاد میگیره اگر مادر حامله از غذا خوردن خود لذت میبره یا مزیش میده او تفلک هم اونمو احساس در درون شکم میکنه و اگر تشنه میباشه تشنه میباشه اگر خنده میکنه خنده میکنه اگر گریه میکنه او هم جگر خون میباشه پس چی خوب است که مادر حامله بسیار متوجه رژیم غذایی خود باشه و از غذاهایی که لذت میبره از غذاهایی که برش فایده داره از او غذا استفاده بکنه و خود عادت بده که رژیم غذایی متناسب استفاده بکنه تا جنین یا طفل که در آینده به دنیا میره با اونمو غذاهای متناسب عادت بکنه فرزن اگر یک مادر حامله در جریان حاملگی خود زیادتر از غذاهای ترکاری و میوه استفاده میکنه و طفل که در آینده کلان میشه اونمات میوه خور و ترکاری خور میباشه معمولا در فرهنگ افغانی ما زیاتر از امی آشک بلانی و گندنه امی گندنه باب و خمیر باب خانمای حامله خوش میداشته باشن که بخورن این تجربه بکنن و ببینن که طفلشان در آینده اونمات آشک خور بلانی خور و خمیر خور می و اگر از میوه های مختلف استفاده میکنه کنه علاقه می که از اونمو میوه ها زیادتر در آینده استفاده بکنه بسیار خوب یعنی این تاثیر مستقیم بالای تفل که در بطن یک مادر هست می بله باشه. با مو سلوک و رفتار و خوراک و نوشابه هایی که استفاده میکنه جنین یا طفل هم به مو عادت میکنه. عادت, میکنه حتی مادر حامله مو غذاهایی را که استفاده میکنه. بوی شا د مایه ک طفل زندگی میکنه درونه کم و شناور میبشه اونم بوی استفا اسم میکنه و به بوی عادت میکنه خانمه حامل به رژیم غذایی مختلف و متنوع ضرورت داره بعضم با در دا دا خانواده های ما رواج است که میگه دو چند نان بخو که حامل هستی در حال که دو چند نخوره اما غذای با کیفیت بخوره میده خانم حامله دیگه او قدر گنجایش نمیداشته باشه که دو چند نان بخوره چون بله رحمه... میبخشین دکتر سب گفتم گرفتم بعضی فامیل ها هست که میگه در جریان حاملگی باید غذا زیادتر غذای متنوع خصوص غذای سنگین را زیادتر میگه که باید استفاده کنه تا اینکه تفلش قوی بیایه خب ضررهای اینمی در چی هست میشه بگوییم که متوجه شوا خانم های باردار خود رحم محمول که کلان میشه و طفل هم در بینش میباشه ما این امنیوتیک در بینش میباشه و جوره در بینش میباشه امه. یک قسمت زیاد شکم هم میگیره و سر میده و روده بسیار فشار میره و گنجایش میده را کم میکنه و نظر به متولید تولید که در جریان حاملگی میباشه یک بطاعت در حرکات میده و روده بوجود میگه که خانم های حامله معمولا قبض هم میباشن و خوب حضم کرده نمیتونن پس لازم به است که رژیم غذایی خود کم کم بگیرن زود زود که یا زود یا ضرورت دارن خانم حامله روزانه 200 الی 300 کالری انرژی زیادتر ضرورت دارن بس. پس این انرژی را باید به با ایواز ازی که سه وقت نان پر میخورن اه. کم کم بخورن شش هفت وقت نان بخورن کم کم نان بخورن تا او خوب هضم شوه و خوب جذب شوه و خانم حامله بعد از مام نشه که میده خود یک دفعه پر بکنه اه. از که کم کم بخوره و بخوره و در رژیم غذاییشان خوب است که وعده های پروتین، کربوهیدرات، شهم، منرال ها و مایات داشته باشند. خیلی خانم ها خود که میدن دیگه گفت که من پروتین گفتم و شهم گفتم و کربوهیدرات گفتم این از نظر دکتری شد. به زبان خودشان میگم که از پروتین ها یا مشتقات حیوانی و نباتی استفاده بکنن مثلا گوشت استفاده بکنن شیر ماست تخم لوبیا نخود از اینها استفاده بکنن از چربی باد خوب... باب خوبتر است که از روغن های اوگین استفاده بکنن اما روغن که سخت نباشه که <applause> کتم ملاقه ما جدا میکنیم از پیپ یا به سختی جدا میشه سخت میباشه کوشش بکنن که از روغنای مایی روغنای مایی مای استفاده بکنم و رنگ روشن داشته باشه روغن رنگ هرقدر که رنگ روغن روشن باشه تاریک نباشه زیاد زرد نباشه و نمقدر ضررش کمتر است از استفاده بکنن زیاد سرخ نکنن و همه استفاده بکنن که اما بیخ دیک چرب شو و غذا نچسبدهش ما بازم زیاد روغنی استفاده میکنیم و تا که دم بشقاب ما خوب چربی استاد نباشه میگم که این خمار شیما نمیده انرژی نمیده خوب تر یعنی است در جریان حاملگی به مادر و طفلش ضرر داره؟ نه تنها بر خانم حامله بلکه بر, 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 کلگی ما چرب, چرب خوردن خوب نیست به خاطر که چربی خونه بلند میبره یک رس بر فشار بلند و رسوب میکنه در جدارای رگا در جیگر و میفهمیم که وجود وقتی که زیادتر چربی استفاده میکنیم و زیادتر شیرنی استفاده میکنیم به سبب چاقی میشه که خود چاقی باز خطرناک است از او خاطر هر هر غذایی را که میخوریم به اندازه استفاده شود که زیاد وجود ذخیره نشه اماقدر قدر بگیریم که مصرف شود پس و همچنان کربوهیدرات شیرنی باب چه قسم استفاده بکنیم که زیادتر از غذاهایی که شیرنی مصنوعی دارن مثل بوره و چاکلیت و اترا استفاده نشه بهتر است بلکه امو غذاهایی که طبیعی شیرین است از او استفاده شد اما به اندازه مثل خرما، کشمش، اصل و میوه های شیرین اما به اندازه مگر خانمایی که پریز می داشته باشند و از طرف دکترشان برشان گفته میشه که زیادتر شیرینی استفاده نکنند اینا بسیار باید ایتیاد بکنند حتی اما میوه شیرین هم که استفاده میکنند به مشوره دکتر خود باید استفاده بکنند و در قسمت مایات بگویم که زیادتر خوب است که از مایات ساده مثل او ساده استفاده بکنن از نوشابه های گازدار هیچ استفاده نکنن بر از که امروز سبا بسیار اشتهارات روان از سر نوشابه ها اما خوبتر است که از آب او ساده استفاده بکنن شما فکر بکنین که اگر یک تکی سفید برتان بتیم که ایره کت نوشابه بشوین خوب پاک میشه یا کت او ساده خوب پاک میشه پس بدن هم اونم قدر که ما هر ماده را هر از هر ماده غذایی استفاده میکنیم پس او دوباره به خاطر استقلاب یا به خاطر هضم جذب خود به مایات ضرورت داره که او مایات مایات ساده مثل او ساده باشه از او استفاده بکنن خوبتر است و اگر چای استفاده میکنن ما زیاد مردم چای خور هستیم بله، بله. چای اوگین استفاده بکنن و او هم اگر چای سبز استفاده میکنن بهتر است اما در بین وعده غذایی خود اگر مایات نخورن خوب است اه. میگن پیش از نان اگر او بخوری تلاس اگر در بین نان او بخوری یا مایات بخوری نقره است و بعد از نان جست است پس خوب است که پیش از نان نیم ساعت یک ساعت پیش از نان گرفتن وعده غذایی خود اگر از مایات مخصوصا از او ساده استفاده کنیم بهترین است و فراموش نباید بکنن خانم های که از منرال ها هم باید استفاده بکنن که اون منرال ها کلسیم است کلسیم زیادتر به خاطر جور کردن استخوان استغانا و دندان های جنین و همچنان به خاطر سلامت استخوان های خود مادر و دندان های خود مادر هم ضرورت است بعض از خانم ها میگن که زمانی که حمل بگیرم باز یک دندان ما حتما از اس میتم یا دندان های مشکنه یا دندان های بسیار دردناک میشه خوبتر است که از کلسیم استفاده بکنم کلسیم زیادتر در در شیر و ماست و سفیدی تخم و, و بعض میوه ها موجود است که از این باید استفاده بکنن و اونم تو اگر کلسیم خودشان پوره می باشه پس جنینشانم کلسیم پورا میگیرن اگر خودشان کلسیمشان کم می باشه در پولی ازی که استخان دردی می داشته باشن و مشکل دندان پیدا می کنن دیگه مشکلات هم برشان پیش می که خوبتر است که از کلسیم خوب استفاده بکنن آهن استفاده بکنن آهن در چی چیز زیادتر یا مواد غذایی که رنگ سبز داره و رنگ سرخ داره ترکاری باب زیاده مثل بله مثل سبزی پالک و گندنه و گشنیز و یا و در غذاهای سرخ مثل توت زمینی و شاتوت و از این باد وقت میوه ها میشه انار و از این مواد غذایی زیاد استفاده بکنن گوشت بسیار آهن داره گوشت سرخ تیلی جیگر اینی چیزها رو زیاد استفاده بکنن و اگر رژیم غذایی خود خوب مراد کرده نمیتونن و از اقتصادشان خراب است و یا دلبدی دارن و یا خوب است هم که از طرف دکتر برشان داده میشه او دواها را بسیار منظم استفاده بکنن و گرفتن فولیکاسید فراموش نکنن که فولیکاسید امروز سبا کل خانمای عامله مشناسن قبل از حاملگی شروع بکنه کسایی که تصمیم حمل دارن و تا سه ماه حاملگی ادامه بدن به خاطر که از کم بود فولیک اسید در پلی از اینکه خانم کم خون میشه ممکن است که نقیصه های تیوب عصبی برشان موجود بیاید خانم های که اولادای معیوب ولادت میکنن مثل از که سرشان کلان باشه تفلکایشان یا لبچاکی کامچاکی یا دا تیر کمرشان یک واز شدگی یا یک یک سیاه باشه. بله اولا بشکلات که می داشته باشن این خانم معمولا کمی فولیکاسید می داشته باشن و خوب است که در حمله خود دو چند بگیرن فولیک خود و گرفتن فولیک اصلا باید فراموش نکنن بسیار خوب و دکتر صاحب در قسمت لبنیات گفتین لبنیات هم از جمله غذایی است که چربتر است نسبتاً و این خود به خاطر که پروتین داره ضروری می باشه برای خانم های باردار زیادتر در کدام تایما شما توصیح می صبح وقت، چه، شام؟ معمولاً،, معمولا عادت برای این است که در غذای صبح خود از لبنیات استفاده بکنن برای از اینکه اگر قیماق استفاده میکنن قیماق معمولا عادتا در صبح استفاده میشه به خاطر که چربی شام زیاد است و صبح وقتی است که زیادتر به انرژی ضرورت می داشته باشن میگن چای صبح تنها بخو نان و چاشت که دوستت بخو و نان و شب که دشمنت بخو به خاطر که صبحانه اگر آدم تنها غذا میگیره خوب شکم خدا سیر میکنه و هر هر چیزی که خوششان میایه از او استفاده بکنه و در طول شب هم میده خالیست و به انرژی کمتر است یعنی در طول شب خودم نان نمیخوره مجبور است که از طرف صبح یک چیز بگیره که تکافو بکنه هم انرژی مادر و هم برای جنین خوبتر است که از طرف صبح گرفته شود و حال تحقیق شده که از روغن حیوانی هم استفاده شوه که این تحقیق در هندستان یک غوغا را برپا کرد که میگفتن او قدر کلگی میگه که روغن های حیوانی باید استفاده نشوه از شهمیات حیوانی اما او آدم ثابت کرد که به چربی حیوانی انسان ها ضرورت دارن که از جمله اینمی قیماق صوبانه میشه که استفاده بکنن و یا کمک چربی که در در گوشت است میتونن که از او استفاده بکنن برای از اینکه هورمونای بدن به خاطر از اینکه در میزان باشه در بالانس باشه و با چربی ها هم ضرورت است بسیار خوب دکتر صاحب پیشتر شما در رابطه به نوشابه های گازدار هم یک اشاره داشتین و ما و شما افغان ها عادت ماست که وقتی که خوب سه نان خوردیم باز نوشابه های گازدار به خاطر هضم غذا گفته در سرش میخوریم و اکثریت مادرای باردار ما دیدیم که ای کارو میکنه. این چقدر میتونه که نقص داشته باشه برای اطفالشان؟ معمولا خانم های عامله یک دلبدی میداشته می داشته باشن و میگن نان که میخوریم سر دل استاد میشه هضم نمیتونیم اونم هست که جای میده تنگ میشه و یک جایی اگه نان میخورن خدا سیر میکنن بازو زور میده نمیرسه که ورا را هضم بکنه به خاطر که خوب هضم بکنن و خوب آرقشان بکشه اینا از معمولا از نوشابه هایی که زیاد ام انزایم های میده را کمک میکنه از او نوشابه ها استفاده میکنه برعکس چی میکنه کار انزایم های میده را میکنه میده را تنبل میکنه و خود شکر که در نوشابه های گازدار استفاده شده بسیار خطرناک رقم بلند است و یکی خود شکر خون بلند میبره و خانم در رسک قرار میده میده را ضعیف میکنه و مقادیر بلند ترکیبات داره که به بدنشان مفید نیست بلکه نقص هم داره بسیار خوب دکتر صاحب، یک سوال دیگه ای که مایعات چقدر میتونه که در مقبولی جنین رول داشته باشه یعنی به خاطر ای که مقبول تربیه. به ما و شما تا میگه مثلا زیادتر آب بخوی چشمش کلان بیه آسیب بخو که سرخ و سفید بیه یا ای که خربوزه بخو، زردالو در مجموع میوه‌جات میگذار با زیادتر بخوره کدام غذا رول داره بالای مقبولی جنین ام چهره از طرف پروردگار جور میشه و زیادتر ارسی است که طرف پدر مادر خود میره اما ضروری هم نیست که طرف پدر مادر خود اطمان بره ام اگه وقت باشه یک قصه کوتاه میکنم که وقت است یکی از والدین که حامله بوده سفید پوست بوده خارجی بوده یک پدر یعنی خانم شوهر سفید پوست بودن و چشمای سبز داشتن و مویای زرد داشتن یا یک, یک طفل خانشان پیدا شده که بی خی سیاپوست افریقایی بازی خ... شوهر سر خانم خود بدگمان شده و که ما ما تو دستیم و تو سفید هستیم و این طفل چطور سیاه آمده و مویای چنگ چنگی و یا باز تحقیق کردن که این خانم و تمام روز کدام مخانه اتاق خواه خود مفتیده بود اتاق خوش یک یک عکس تفلک آفریقایی بوده یا بوده تمام روزی خوش میامد طرف از سایل میکده او طفل از خاطر سیاپوست آمده خوبتر است که طرف چیزای مقبول سایل بکنن و افکار مثبت در ذهن خود بیارن و مسلما که گرفتن مواد غذایی مفید هم رول خود داره اگر او زیاد میگیرن در برنامه گذاشته هم من گفتم که او که جنین دای شناور از هر سه سات تبدیل میشه مثلا من که او شفاف است و طفل خوب دایش او بازی میکنه و خوشحال میباشه خود او چقدر در صحت مندی رول داره و ناریال بسیار طفل مقبول میاره انار کمایش قسمه که خانم ها میگن اما نمیفهم تحقیق شده ده این مورد نشده خب گرفتن مواد غذایی که خوش آدم میایه که طرف امو مواد غذایی ببینه و اشتیارا میاره و آدم خوش میکنه مثلا من که این رول در روان مادر هم داره و اون لذت میبره و طفل و جنین هم لذت میبره ممکن است که رول داشته باشه خوب. دکتر صاحب یک سوال دیگه ای که ای از دوستای ما کده بود امیدقه به ذهنم رسید اوی که با یک خانم که حمل داشته زعفران استفاده کرده و زعفران باعث صدق که جنین شده اما تو گفتن چقدر میتونه زعفران رود داشته باشه یک موضوع و چه چی چیزها باعث استفاده چه چی چیزها است که باعث صدق جنین میشه گرفتن زعفران بر ما افغان خوب است یکی خود در افغانستان در حیرات مقبول ما ما زعفران زیاد داریم و تاثیر ضد افسردگی داره که چای زعفرانی همیشه ما, ما استفاده میکنیم اما کم تم که ما مطالعه کردیم زعفران من فهم که کدام مقدارش اگه بخورن زیادتر سبب سقط جنین میشه ایران ما هم خواندیم تا کدام تحقیق را ما دوبارهش شاید علما تحقیق بکنن اما خواندم که زعفران سبب سقط جنین میشه خوبتر است که مقادیر کمش استفاده بکنن اگه زیاد عادت دارن به زعفران و اتو غذاهای خاص نیست که سبب سقط جنین شوه بلد. منتا زیاتر مریضایی که به سختی حمل میگیرن بر از اونا توصیه میشه که انار و اناناس کم استفاده بکنن و طریقه سنت محمد آمه است که ده هفته شش روز سیب استفاده بکنن اما یک روز انار استفاده بکنن اگر انار, انار زیاد طریقی سنت می بود می گفتن که نه شش روز انار استفاده کو یک روز سیب استفاده کو میگن که شش روز سیب استفاده بکنه و یک روز انار استفاده ام. بکنه خانم حامله و اناناس داریم ما الحمدلله دا بسیار در مارکت است و یک میوه مزه دارم است ایره چرا میگن که سبب سخت جنین میشه که زیادتر همون هورمون که سبب به وجود آمدن درد میشه در زمان حاملگی پرستگلندین او مقادیر بلند از این هورمون داره از اون خاطر میگن که کم استفاده بکنه و خاطر که سبب دردای ولادی ممکن است که شوه بسیار خوب دکتر صاحب بعضی از خانم های باردار در جریان بارداری آیستا آیستا رو به افسردگی میارن یا افسردگی برش دست میته کدام غذا میتونه که رول داشته باشه در قسمت از بین بردن افسردگی خانم باردار و یا که رژیم غذایی هم آیا رول داره نداره؟ خانم های حامله خود دوران حاملگی و دوران زچگی یک دوران افسردگی است و او خانم هایی که قبل از حاملگی افسردگی می داشته باشند اونا زیادتر در دوران حاملگی و زچگی یا دوره نفاس زیادتر افسردگیشان زیاد و زیاد میشن <applause> که از بین بردن افسردگی زیادتر ما افغان افسردگی داریم بسیار چتی رقم ما زیر فشارهای روحی هستیم که خود ما باید خود از این حالت بکشیم اگر خود ما خود کمک نکنیم دوا و دکتر ما را کمک کرده نمیتونه زیادتر کوشش بکنه خانم حامله که خود مصروف بکنه با امو حمل خود خود مصروف بکنه با رژیم غذایی خود با امو توجه که به خود و به جنین خود می داشته باشه خود افسر از افسردگی بکشه با امو لباسایی که به امید ازی می باشه که ولادت می کنه و یک روز یک تفلک خوب در آغوش خود می داشته باشه با لباسایش با, با خرید با با امو کارهایی که ایر از افسردگی نجات میده با امو کارها خود مصروف بکنه کار خانه بهترین کاری است که اینا را از افسردگی نجات میده خود در آشپس خانه کار کردن و دیک بختن بسیار از افسردگی اینا را نجات میده <applause> و البته خانمایی که وقت دارن نه کسایی که ما و شما مصروف است و درمان ازی هستیم که چی وقت ما آشپزخانه بریم و کار بکنیم خوبتر است که خانمای حامله مخصوصا و کسایی که جگرخون می باشن ناق ناق خوش دارن که گریان بکنن تنها بشینن و ای خوبتر است که وقت زیاد خود اگر علاقه من دستن در آشپسخانه در خانه, آشپس خانه بگذرانن خوب است و در غیر از او در جور کدن خانه و در جور کدن دیکور خانه خود مصروف بکنن و غذاهایی که زیادتر افسردگی از بین میبره گفته شده که زیادتر آب بنوشن معمولا خانمایی که افسرده یا هر کسی که افسرده می به خاطر از اینکه خودم مصروف بکنه و افسردگی خود جبران بکنه خوش دارن که زود بخورن و در, در, نتیجه اینا چاق میشن خوبتر است که از مایات زیاد استفاده بکنن و زیادتر از ترکاری میوه استفاده دکتر بسیار کوتاه جواب بدین که افسردگی دوباره برگشت داره بعد از در صورت که خانم در جریان حاملگی افسردگی داشته باشد در زمان زچگی یا نفاس بسیار شدیدتر میشه که بازم میگم که خودم مصرف بکنن و خود خودشان تداوی بکنن بسیار خوب سپاس شما دکتر صاحب سلامت باشید عزیزان این بود بخش ساعت من باشید امیدوارستم که گپای دکتر صاحب به شما نوت کرده باشین و توجه جدی در بخش داشته باشین به خصوص خانم های باردار در قسمت رژیم غذایی متوجه باشین و میریم سراغ یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم